سلام، من النازم و به کانال من خوش اومدین. توی ویدیو قبلی، البته قبلی که نه، چند تا ویدیو قبلتر توضیح دادم که من چجوری به پرتغال اومدم و کلا مراحل گرفتن ویزای استارتاپی چیه. اما سوالی که خیلی براتون پیش اومده ازم پرسید اینه که خب بیزنس پلن چیه؟ چجوری باید ایدمون رو ارائه بدیم؟ نوشتن بیزنس پلن چطوریه؟ تصمیم گرفتم که تو این ویدیو درباره مراحل اپلای کردن و اینکه چطوری باید ایدتون رو ارائه بدین و اینکه ایده باید شامل چه موضوعاتی باشه صحبت بکنم. همونطور که قبلا براتون توضیح دادم، ویزای استارتاپی یک ویزای اقامتیه برای کارآفرینا، در واقع برای کسایی که توی اکوسیستم استارتاپی کار میکنن، و این موقعیت رو در واقع پرتغال فراهم کرده که یه بستری در واقع باشه که اینجور افراد بیان توی پرتغال و اینجا کار بکنن. و هدفش هم اینه که روی کسایی که در واقع کارآفرین هستن یا نوآوری دارن و کلن ظرفیت این بخش رو توی پرتغال گسترش بده. و برای اینکه این ویزا رو هم بده، شرط این کسی که میخوان اپلای بکنن، شرطش هم اینه که از داخل اتحادیه اروپا نباشن این افراد، سنشون بالا 18 سال باشه و اینکه سوء پیشینه‌ای هم نداشته باشن و در ادامه هم بتونن اون ایده در واقع استارتاپی که ارائه میده نظر این آژانس رو جلب بکنه. اما این ایده در واقع ایده استارتاپی باید چه مشخصاتی داشته باشه؟ در واقع برای ارائه این ایده استارتاپیتون شما باید بتونید نظر در واقع کارشناسای این آژانس رو جلب بکنید. حالا این ایده باید چه مشخصاتی داشته باشه؟ اینکه مثلا باید در واقع پروژه شما یه پروژه‌ای باشه که یه ایده خلاقانه‌ای داشته باشه، یه ایده جدیدی باشه، و اینکه حالا ممکنه که این ایده رو شما جدیده و می‌خواید تازه بیاین توی پرتغال ارائهش بکنین و شروع به کارش بکنین، یا نه ممکنه که دارین توی کشور خودتون تا یه مرحله پیش بردین و الان می‌خواید در واقع جابجاش بکنین و بیارین و تو پرتغال گسترشش بدین و روش کار بکنین و بزرگترش بکنین. ایده شما باید قابلیت گسترش داشته باشه، یعنی بتونید دیولپش بکنین، بزرگترش بکنین و توی چشم انداز آینده ببینین که یک در واقع یک شرکت ثبتش میکنین. شما با نشون دادن این موضوع که ایده شما قابل گسترش و دیولپ هستش، این رو ثابت میکنین و نشون میدین که پتانسیل اشتغال زایی داره. و همینطور باید این موضوع هم ثابت کنین که در واقع این باید نشون بدین که بعد از 5 سال که دوره در واقع به اصطلاح اینکوبیتینگ یا جوجه کشی ایدتون گذشت، میتونین به ترنوور مالی 325,000 یورویی برسید. اینا مواردیه که باید ایدتون قابلیت اینو داشته باشه که اون در واقع کارشناسا که دارن در واقع بررسی میکنن پروفایل شما رو، اینو توی ایده شما ببینن. توی مرحله اول شما باید وارد سایتشون بشین و ثبت نام بکنین. در واقع باید رجیستر بکنین، اسمتون رو میخواد، مشخصاتتون رو میخواد، مثل شماره پاسپورت و حالا یوزر پاسی که باید تعیین بکنین و ایمیلتون رو اینجور داستان. بعد که وارد سایت شدین، باید اسم استارتاپتون، در واقع اسم برای استارتاپتون مشخص میکنین، اسمش رو وارد میکنین و بعد باید ایدتون رو بنویسین و اعضای تیمتون رو مشخص بکنین. یعنی شما توی این مرحله باید تمام اطلاعات مورد به اعضای تیمتون رو هم وارد بکنین که مثل پاسپورت، گواهی تمکن مالی رو اینجا میخواد، سوء پیشینه رو اینجا میخواد، CV تمام اعضای تیم رو توی مرحله بعد وارد بکنین و حالا همه مدارکی میخواد و بعد توی مرحله وارد بکنین. حالا برای ارائه ایدتون باید شامل چه بخشایی باشه؟ بخش اول موتیویشن لتر. باید تو این قسمت توضیح بدین که اصلا هدف و انگیزه شما از اپلای کردن چیه؟ چرا پرتغال انتخاب کردی؟ در واقع این ایده شما چرا به پرتغال داره؟ چرا پرتغال اصلا؟ باید یک ارتباطی بین این که چرا دارین این ایده رو میخواییم به پرتغال ارائه بدین وجود داشته باشه. نه اینکه مثلا چون که پرتغال راحت‌تر ویزا میده، چون که پرتغال مثلا 5 سال بعد پاسپورت میده. اینا دلایل قابل در واقع میشه گفت استنادی نیست برای اینکه بخواین موتیویشن لترتون رو بنویسین. باید سعی کنید یک ارتباط منطقی بین ایدهتون و کشور پرتغال ارائه بدین. مثلا اینکه چه پتانسیل های پرتغال داره، چه شرایطی پرتغال داره که با ایده شما، با در واقع اون چیزی که شما ارائه میدین، این ارتباط رو داره که شما الان پرتغال انتخاب کردید. بعد از اینکه انگیزتون و دلیلتون برای انتخاب پرتغال و این ایجاد این استارتاپ نوشتین، با
باید بتونین در واقع توی 2500 کاراکتر یه خلاصه ای در واقع از ایدتون و استارتاپتون بنویسین. در واقع اینجا باید یه بریفی بنویسین از اینکه این ایده چیه و چه کاری قرار انجام بدین، برای حل چه چالش هایی قرار شما این استارتاپ رو راه بندازین. به طور کلی برای نوشتن در واقع این بیزنس پلن شما باید یک پرابلمی رو تعریف بکنین که یه پرابلمی که الان هست و استارتاپ شما چه سلوشنی داره، چه راه حلی برای حل این پرابلم و این مشکل دارین. شما باید این رو توی قسمت بریف بتونین توضیح بدین، اینکه جامعه هدفتون چیه، کیا هستن و اصلا هدفتون از این استارتاپ انجام چه کاریه و هدفتون از این استارتاپ اینه که با چه چالش قرار روبرو بشین و براش راه حل بدین. و بعد از اینکه شما بریفتون رو نوشتین و توضیح دادین که استارتاپتون چیه، حالا باید اینو توضیح بدین که خب چه کاری میخواین انجام بدین، نوآوری و خلاقیت شما در راستای این کار چیه. اینکه مثلا یک مشکلی هست و شما قرار اینو حل بکنین، توی این استارتاپ شما چه نوآوری قرار وجود داشته باشه. و تو مرحله بعد از اینکه توضیح دادین که در واقع خلاقیتتون چیه، حالا باید توضیح بدین که این کار شما، این ایده شما چه در واقع پتانسیلی برای رشد داره، آیندهش رو چجوری دارید میبینید و چه در واقع رشدی برش متصور شدین. حالا بعد اینجا اینو توضیح بدیم بهشون. و علاوه بر آینده‌ای که برای رشد در واقع بیزنستون دیدین، حالا بعد ببینین که برای اشتغال آفرینی و حالا جذب نیرو تو آینده شغلتون، تو در واقع تو آینده بیزنستون و تو آینده استارتاپتون چی رو دارید میبینید. اول از اینکه آینده در واقع شغلی این بیزنس و این استارتاپ رو دیدین، حالا باید یک تخمینی بزنین از درآمدها، از برآوردهای مالی که دارین برای این استارتاپتون انجام میدین چیه. اینکه قراره توی 5 سال آینده چه ترنوور مالی داشته باشه، اینو باید به طور خلاصه توی این در واقع بیزنس پلن ببینین و توضیح بدین برای این آژانس. پس شما برای اپلای کردن و ارائه ایدتون باید در واقع 6 بخش رو شامل بشه و حواستون باشه برای توضیحش. بخش اول موتیویشن لتره، در واقع باید تو این قسمت هدف و انگیزتون رو توضیح بدین. بخش دوم دیسکریپشن ایدتون، یعنی باید توضیح بدین که اصلا ایده شما چیه و درباره چی صحبت میکنه و اصلا چه چالش هایی رو داره و قراره چه مشکلی رو حل بکنه. بخش سوم در واقع اینوویشنه، نوآوری و خلاقیت ایده شما چیه. بخش چهارم اینترنشنالیزیشنه، در واقع شما پتانسیل بین‌المللی شدن ایدهتون رو در چه حد می‌بینین، رشد در واقع ایدهتون رو چطوری می‌بینین و چه آینده‌ای براش متصور می‌شین. بخش پنجم در واقع پتانسیل کاری و اشتغال آفرینی ایدهتون چیه، چه برآوردی می‌کنین برای نیروهایی که می‌خواید در آینده جذب ایدهتون در واقع استارتاپتون بکنید. و توی بخش ششم در واقع شما باید ارزش‌ها و ولیوی که قرار تولید بکنید، در واقع اون برآورد مالی ایدتون رو شما در واقع این استارتاپتون رو چطوری می‌بینید. بعد از اینکه این 6 بخش رو توضیح دادین، حالا میرسه در واقع تیمتون رو باید اینجا معرفی بکنید. اعضای تیم شما گفتیم که میتونه شامل 5 نفر باشه و بهتره که این 5 نفر هر کدوم تخصص‌های متفاوتی داشته باشن. مثلا یا همه‌شون برنامه‌نویس نباشن یا همه‌شون دیزاینر نباشن. بهتره که هر کسی تخصص خاص خودش رو داشته باشه و این تخصص‌ها متنوع باشه. و البته نمیشه این قسمت رو هم الکی یه چیزی از خودتون بگید. برای همه این 5 نفر شما باید CV رو ارائه بدین و این CV نمیشه که الکی باشه، چون که بعدتر وقتی که میخواین ویزا اقدام بکنین، اونجا از شما مدرک تحصیلی میخواد، مدرک کاری میخواد و تو اون قسمت نباید هیچ در واقع تفاوتی بین این موضوع باشه. یعنی اگر اینجا هر ادعایی کردین، باید بدین ادعاتون رو در آینده ثابت بکنین. پس برای هر کدوم از اعضای تیمتون باید در واقع مدارکشون رو توی مرحله آپلود بکنین که این مدارک شامل CVشونه، که اینکه چیکار میکنن و چه تخصصی دارن و توی این پروژه قراره چه نقش رو ایفا بکنن.
دو اینکه تمکن مالی باید ارائه بدن، سوء پیشینه باید ارائه بدن، پاسپورتشون اینجا لازمه که ارائه بدن، پاسپورت باید معتبر باشه، اعتبار داشته باشه و بعدش هم باید یه در واقع یه سری گواهی میخواد که باید در واقع برای یاپمی برین و از دفترخونه بگین و اینجا آپلود بکنین که این گواهی شامل اینه که شما مثلا میگین که من هیچ در واقع بدهی مالیاتی تو کشور خودتون ندارین و اگر که وارد پرتغال میشین اونجا تمام در واقع پرداخت مالیاتیتون رو انجام میدین. تو این قسمت باید در واقع بتونین که اینترست یا در واقع علاقه مندی یکی از اینکیوبیتورها رو جذب کنین. بعد از اینکه یکی از این اینکیوبیتورها به شما جواب مثبت داد و در واقع قبول کرد ایده شما رو و در واقع ابراز علاقه کرد به ایده شما، توی مرحله یاپ میادش پرونده شما رو بررسی میکنه، ایده شما رو بررسی میکنه. حتی چیزی که خودشون گفتن این قسمت 30 روز زمان میبره، اما خب برای ما خیلی بیشتر از 30 روز زمان بود. بعد از اینکه یاپ میاد پرونده شما رو در واقع درخواست شما رو بررسی میکنه، دو حالت داره، یا اینکه قبولش میکنن و شما اوکی میگیرین و میرید برای مرحله قرارداد بستن با اینکیوبیتور، یا اینکه ممکنه که از شما ایرادی بگیرن و بهتون ایمیل بزنن که این قسمت در واقع چیزی که نوشتین نظرشون رو جلب نکرده یا براشون قابل قبول نبوده. توی این مرحله شما وقت دارین که در واقع اون چیزی که اونا خواستن، اون تغییرات که اونا خواستن روی بیزنس پلنتون، روی ایدهتون در واقع اجرا بکنین، این تغییرات رو وارد بکنین و بعد دوباره درخواست بررسی بدین و دوباره اینا درخواست شما رو بررسی میکنن و وقتی که اوکی گرفتین میتونین برین شما با اینکیوبیتورتون قرارداد ببندین و بعد از قرارداد با اینکیوبیتور یاپمی به شما دعوتنامه رو میده و میتونین برین برای ویزا اقدام بکنید. این بود روند کلی کاری که برای اپلای کردن توی یاپمی و اون چیزی که یعنی در واقع اون نحوهی که میخواید ایدهتون رو ارائه بدین باید انجام بدین. اما یه سری سوالات حالا پرسیدین که میخوام در واقع به عنوان جمع‌بندی سوالاتم که ازم پرسیدین اینجا جواب بدم. یکی اینکه هزینه اینکیوبیتور چقدره؟ هزینه اینکیوبیتور واقعا اینکیوبیتور با اینکیوبیتور فرق داره و اینکه شما اصلا چه خدماتی میگیرین با هم دیگه فرق داره. هر اینکیوبیتور ممکنه خدمات متفاوتی به شما ارائه بده و هر کدوم از این خدمات و هر کدوم از کارهایی که انجام میدن قیمت متفاوتی داره، یعنی یه قیمت فیکسی نداره. حتی این اینکیوبیتوری که ما باش قرارداد بستیم من پلن‌های مختلفی داره، پلن 2000 یورویی، 3000 یورویی، 5000 یورویی، این قیمتی که میگم سالانه است. پلن‌های متفاوتی داره که شما بسته به نیازتون، بسته به حالا اون مدلی که می‌خواید کار بکنین با اینکیوبیتور قرارداد می‌بندین و اون هزینه رو پرداخت می‌کنین. پیشنهاد می‌کنم قبل از قرارداد بستن با اینکیوبیتور حتما برین راجبش بخونین، باهاشون یک مصاحبه‌ای داشته باشین، مصاحبه آنلاین می‌تونین داشته باشین، یه گفتگویی بکنین که چه خدماتی ارائه میدن، چه جوریه، چیکار قرار انجام بدین، این چیزا بخونین و بعد قراردادتون رو ببندین. اما یه سوال دیگه که پرسیدین که اینکیوبیتور چه خدماتی رو میدن؟ اینکیوبیتورها حداقل خدماتی که به شما میدن اینه که یه فضای کوورکینگ در اختیار شما میذارن، اما در کنار این فضای کوورکینگ به شما خدمات مشاوره‌ای و منتورینگ و حالا مشاوره مالی، مشاوره در واقع کسب و کار به شما میدن که میتونید از اون استفاده بکنین و استارتاپ خودتون رو تو اون فضا در واقع توی اون محیط پیش ببرین. علاوه بر این که شما یه میز دارین که میتونین کارتون رو انجام بدین، میتونین از فضای جلسه هاشون، از اتاقای جلسه هاشون، از اتاقایی که میتونین میتینگتون رو برگزار بکنین استفاده بکنین و کلن یک محیطیه که افرادی که توی این اکوسیستم استارتاپی هستن اونجا هستن و میتونید نتورکینگ کنین، میتونین شبکه سازی بکنین و کار خودتون رو پیش ببرین. اما مگه درباره سرمایه گذاری سوال دارین؟ که نه، اینکیوبیتورها سرمایه گذار نیستن و در واقع اینکیوبیتورها در واقع منتور شما هستن و شما کمک میکنن که در واقع بتونین کار خودتون رو انجام بدین. کلمه اینکیوبیتور هم دقیقا همینه، محیطی که رشد رو فراهم میکنه. مثل وقتی که جوجه ها رو، یعنی در واقع تخم مرغ ها، تخم پرنده ها رو میزن توی یک محیطی که قراره مثل محیط بدن مادرش باشه، یا نوزادی که زودتر دنیا اومده رو میذارن توی یک محیطی که شبیه سازی بکنه، یعنی آقا محیط رشد رو فراهم میکنن براشون. این که بتونن دقیقاً همینه، یک محیطی که در واقع نیازهای رشد رو برای شما فراهم میکنه. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه و این مقدار از اون علامت سوالایی که تو ذهنتون هست و براتون جواب داده باشم و یکم از این فضای گنگ بودن در اومده باشین.
حالا علاوه بر چیزایی که گفتم، من تو دیسکریپشن این ویدیو یه سری لینک میذارم که توی این لینک ها بهتون کمک میکنه و یه سری توضیحاتی هست که خود یاخ میداده و شاید با خوندنش فضای ذهنتون روشن تر بشه. مرسی، لایک این ویدیو، سابسکرایب چنلم یادتون نره. خدا نگهدار.